شبکه ام بی سی نیوز به نقل از منابعی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای تبادل زندانی خبر داد. مذاکراتی که با کمک بریتانیا و قطر در حال انجام، ام بی سی گفته این مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته ولی هنوز معلوم نیست که توافق نهایی صورت بگیره. گفته میشه در صورت توافق بین دو کشور ممکنه بخشی از دارایی 8 میلیارد دلاری و بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد بشه. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه میشه تا جزئیات بیشتر این گزارش ام بی سی رو به ما بگه. مریم، دقیقا همینطوری که تو گفتی، ساعتی قبل شبکه ان بی سی آمریکا یک مقاله منتشر کرد و گفت که منابع آگاه به این شبکه گفتند که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال مذاکرات غیر مستقیم هستند درباره مبادله زندانیان و شهروندان آمریکایی که سالهاست در آمریکا، ببخشید، در ایران زندانی هستند. گفته شده که قطر و بریتانیا نقش میانجی رو در این مذاکرات بازی می‌کنند و قرار هست که این مذاکرات، حالا دقیقا معلوم نیست که چه نتیجه و کی به نتیجه برسه، ولی پیشرفت های زیادی داشته. تا فعلا سه مقام آگاه از مذاکرات احیای برجام هم گفتند که این دو کشور دارن بر سر فرمولی کار میکنن که در سال 2021 در مذاکرات احیای برجام هم عنوان شده بوده. طبق این فرمول قرار هست زندانیان آمریکایی که در ایران زندانی هستند آزاد بشند و در مقابلش میلیاردها پولی که در کره جنوبی مسدود شده رو آمریکا آزاد بکنه، ولی قرار هست که آمریکا شروطی بذاره مبنی بر اینکه این پول باید برای غذا، دارو و اهداف بشردوستانه استفاده بشه و یک کشور ثالثی هم نظارت بکنه بر موضوع اینکه چطور این پول انتقال داده بشه به ایران. ما گزارشی هم داشتیم هفته‌های گذشته مبنی بر اینکه رابرت ملی نماینده آمریکا در امور ایران هم مذاکراتی رو داشته اینجا در نیویورک با نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل که بعد وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که این مذاکرات باز هم بر سر مبادله زندانیان بوده. حالا باید منتظر موند و دید که این مذاکرات آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه. مریم رحمتی همکارم در نیویورک، ممنونم از تو مریم.